آقای نعیم، رئیس جمهور غنی در سفر اخیرش به واشنگتن گفت که طالبا باید بدانند که زور راه حل نیست و به این باور هستند که طالبا از طریق زور میخواهند که به قدرت برسند و به صلح تعهد ندارند. واکنش شما چی است؟ هدف ما این است که بشینیم و مشکل از طریق گفتگوها حل کنیم. این طرف مقابل بود که نه، در 2001 حرف ما را شنید و آمدن به زور و به تانگ و تیاره و کشتن مردم تا 20 سال و میان که حرف از مذاکرات میگویند. یعنی اینا در فهرشان استاد بودن، تا هنوز هم شما میشنوین که آنها برای خارجی ها میگن که نبراین باشین، اینجا جنگ دوام بکنه، اینجا مردم بکشین، بمبار بکنین. روزانه می شما را حرفا را شما میشنوین. دیگه باید ما حرفایی را که میگیم با واقعیت مناسب باشه، نه که با خالف واقعیت ها باشه. ما هیچ مشکلی نداریم، به اساس اولویت ما است، ارجحیت ما است که مشکلات از طریق گفتگوها حل گردد. شما به گفتگوها و مذاکرات اشاره کردین. 10 ماه است که هیئت افغانی در قطر است و تا حال به هیچ نتیجه شما نرسیدین. و حال قرار است که یک هیئت دیگه که شامل آقای عبدالله خلیلی کرزی و قانونی است بیاید به دوحه و شما موافقه کردین که صحبت میکنین امرشون. از این هیئت چی انتظار دارین شما؟ وقتی آغاز مذاکرات بین الافغان اینجا شد، در اداره کابل مسئولین بلندپایه‌شان بسیار تبلیغات زهرآگین شروع کردند. بعد با لیکن با هم ما نه در مطبوعات چیزی گفتیم، نه از پروسه صلح استفاده کردیم و قسمی که آنها میکنن. تا هنوز هم شاید شما در جریان باشین، در روز دوم عید ما باز اعلان کردیم که ما میخواهیم پس از عید هم مذاکرات آغاز گردد. در هفته اول عید پس از عید تیم مذاکراتی ما تکمیل شد، اینجا همه حضور پیدا کردند، ولیکن تیم طرف مقابل نبودن، صرف 2 نفر 3 نفرشان بودن. ما با آنها گفتیم، خود محترم الله صاحب با آنها نشستن، برشان گفتن که شما تیمتان بخواین که می مذاکرات دوام بتیم و پیش برویم، ولیکن تا یک مار آنها اینجا حضور نداشتن، صرف 2-3 نفرشان بودن. پس از آن که باز آمدن تا هنوز تیم آنها تکمیل نیست. پس شما تقصیر به گردن هیئت افغانی مندازین. خب آیا شما از خیزش های مردمی، از طغیان مردم در افغانستان آگاهی دارین که سلاح برداشتن و گفتن که ما طالبا را نمیخواییم در ولایات خود؟ آیا شما به جنگتان علیه مردم در افغانستان ادامه میتین؟ نه خیر، درست نیست. اصلا مردم نبرآمده و نه مردم هستن. بیره که من عرض داشتم، بعضی ها که آنها در 20 سال به اشغالگرا لبای گفتن، اشغالگرا را آوردن اینجا، با هما بودن، از ها پیسه گرفتن و بلند منزل ها جور کردن، زمین مردم غصب کردن برای منافع شخصی خودشان. این همه چیز به همه مردم هم، ملت هم واضح هست، به مردم هم واضح هست، به جهانیان هم واضح هست. حتی کسانی که اینها را آوردن با آنها پیسه دادن، آنها خودشان اعتراف میکنن که بله اشتباهات صورت گرفته، ولی همین مردم هستن. میبینید که چند نفر از یک طرف از دیگر طرف جمع کرده هستن، اما ملشه های به اصطلاح بحری بگویم هر چیزی که هست، چند نفر هست. شما میبینید در ویدیو هم از 10 نفر اضافه نیستن. البته اصلا مردم با امارات اسلامی افغانستان هست، شما شاهد هستید در تقریبا حدود 2 هفته یا کم زیاد، تقریبا در حدود 100 ولسوالی به مجاهدین یک جا شدن. ولی مردم داری میره میگه که مردم با کی هستن. شما در یک صحبت قبلی با کمرایتون داشتم بر من گفتین که ملت شما را از شما حمایت میکنه، شما را جای میتن، نان میده و فرمان میده. پس چرا رهبریت شما در پاکستان است و چرا هر باری که شما قرار است در دوحه تصمیم بگیرین و پاکستان میرین، آقای ملا برادر به پاکستان سفر میکنه؟ اصلا این معلومات کمی اگر درست شوه، این که یکی سفرا را شما میبینید، ما به ایران هم سفر داشتیم، به مسکو هم سفر داشتیم، به چین هم سفر داشتیم، به ترکمنستان یک بار، به ایران رفتین، به چین هم یک بار، به مسکو هم، اما به پاکستان بار بار نه. سفرهای ما که هست، ما که سفرها را اعلان میکنیم، او را در صفحات رسمی خود اعلان میکنیم. شما ببینید ما سفرهای را که به دیگران کشور داشتیم زیاد از او است که به پاکستان داشتیم. این اتهامات دشمن است که میگه رهبری ما در فعلا تقریبا 70% آل خواهد، 75% تقریبا بعضی احسایی میگه که خاک کشور ما در اختیار ما است، رهبری ما در داخل کشور است. در چند پیش شما، یعنی چند روز پیش شما ببینید که در هلمند رئیس کمیسیون جلب و جذب و ارشاد، دعوت و ارشاد
در اونجا یک جلسه داشتن، مردم با آنها یک دیدار کردن، دیگر رهبری ما در داخل هستن باتن که اونجا آنها با مردمان میکنه، مردم ها میکشه، به این اساس آنها ظاهر نمیشون. اگر نه ما در داخل کشور خود ما هستیم، کشور در خاک اکثریت خاک کشور ما در اختیار ما هست، ما به این ضرورت نداریم که به دیگر جا بریم. این تبلیغات دشمن است که میگه که یک جا میره و دیگر جا میتونه. شما میدونید که تبلیغات صرف تبلیغ نیست، دیگر هم آنها بارها تبلیغ کردن، تبلیغات میکنن. گزارش هایی هست که طالبا همراه با القاعده در نقاط مختلف افغانستان جنگ میکنه. توافقی که شما با ایالات متحده امضا کردین، گفتین که در اوج گفته شد که باید شما رابطه تان با القاعده قطع کنین. آیا رابطه تان با القاعده قطع کردین؟ اصلا این مردم در کشور موجود ندارند. ما گفتم وقتی که در 2015 و 2014 و 16 در کشورهای عربی به نام بهار عربی یک سلسله آغاز گردید، آنها هم از کشور ما خارج شدند، رفتن با کشورهای خودشان. در اونجا اصلا وجود ندارد، وقتی چیزی وجود نداشته باشد در کشور ما، باز موضوع ارتباط با آنها چی مفهومی دارد؟ اصلا این اصلا بلا بری است که آنها وجود داشته باشه، که آنها وجود نداشته باشه این هیچ مفهومی داره که باز با رابطه صورت بگیره. اما این که دیگران تبلیغات میکنه، تبلیغات خود ما کس را جلوگیری کردن نمیتونیم، اونها معقول است که با هر کس بگیم، هر کس یک گپ میزنه ما برش بگیم گپ نزن.